سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 18 میلیون نفر معادل یک سوم از جمعیت میامار به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنین تاکید کرده که میامار در آستانه بحران انسانی است. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. یک مقام سازمان ملل روز دوشنبه با جلب توجه ها به وضعیت انسانی وخیم در میانمار گفت که یک سوم از جمعیت این کشور آسیایی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. به گزارش آناتولی این مقام سازمان ملل گفت سازمان ملل متحد و شرک های بشر دوستانه ما امروز برنامه نیازهای های بشر دوستانه و پاسخگویی به این کشور را برای سال 2024 منتشر کردند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران گفت یک سوم جمعیت یا 18 ممیز 6 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و این آمار یک میلیون نفر بیشتر از سال گذشته است. وی گفت کودکان بار این بحران را تحمل می کنند و افزود که حدود 6 میلیون نفر از آنها به دلیل جابجایی، اختلال در مراقبت های بهداشتی و آموزشی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه و همچنین خطرات حفاظتی به کمک نیاز دارند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین اظهار نمود که زنان، دختران و افراد دارای معلولیت از جمله افرادی هستند که بیشترین تأثیر را از این شرایط ناامن میپذیرند. وی خاطر نشان کرد که در مواجهه با نیازهای فزاینده در میانمار، کمک های بشر دوستانه برای 53 میلیون نفر را در سال 2024 در اولویت قرار دادند و به 994 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارند. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد OCHA هم در گزارشی نوشت برمه در سال 2024 در لبه پرتگاه قرار دارد زیرا بحران انسانی از زمان به قدرت رسیدن ارتش در فوریه 2021 و تر شده و غیر نظامیان در تنش و استراب شدیدی به سر میبرند. گزارش سازمان ملل حاکی است که حدود 2.6 میلیون نفر از مردم میانمار از یازدهم دسامبر آواره شدند و انتظار می رود خشونت و مناقشه در سال 2024 وخیم شود. سازمان ملل در این گزارش نگرانی خود را از تشدید درگیری ها و اعمال خشونت در سال 2024 ابراز کرده و خشونت سیستماتیک اعمال شده توسط ارتش علیه غیر نظامیان را محکوم کرده است. مارکو لویجی کرسی هماهنگ کننده موقت سازمان ملل در امور میانمار نیز گفت کودکان بار اصلی این بحران را تحمل می کنند و 6 میلیون نفر از آنان در نتیجه آوارگی متوقف شدن خدمات بهداشتی و آموزشی ناامنی غذایی و سوء تغذیه و مشکلات روحی و روانی به کمک مالی نیاز دارند دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل خواستار دریافت 994 میلیون دلار برای کمک به 53 میلیون نفر میانماری شد که برای ارائه این کمک ها در اولویت قرار دارند. کورسی تاکید کرد زندگی میلیون ها نفر در خطر قرار دارد و ما نباید اجازه بدهیم که میانمار فراموش شود. میلاد شادمان خبرگزاری اخبار